تقریبا حدود ده ماه است که مردم عزیز ما مواجه هستند با این ویروس خطرناک و در این ده ماه تقریبا اقدامات بسیار خوبی در مجموع انجام گرفته و به همدلله در این هفته‌های اخیر که ما شاهد روند افسایش بودیم با اقداماتی که از ابتدای آذر ماه در واقع البته برخی از اقدامات حتی در آبان ماه انجام گرفت با این اقداماتی که در آبان و آذر انجام گرفته امروز شاهد این هستیم که به حمد الله روند این بیماری در اکثریت قاطع استانها تقریباً به موارد محدودی همش کاهشی هست و بسیار امیدوار کننده است. به گونه ای که در گزارش امروز ما دیدیم فقط دوازده شهرستان که شرایط وضعیت قرمز دارند بقیه یا نارنجی هستند یا زرد هستند اون دوازده تا هم شالله با تلاش استاندارها رو اسای دانشگاه پزشکی و همه عزیزانی که در این زمینه دارند تلاش میکنن موفق خواهیم بود که اونها رو هم مهار بکنیم و برگردانیم به شرایط نارنجی یا زرد همه این موفقیت ها در قدم اول مرهون مسئولیت پذیری مردم و همچنین اعتماد مردم به تصمیمات ستاد ملی بود خیلی خواستن اخلال در این زمینه ایجاد بکنند مردم رو ناامید کنند معیوز کنند تردید ایجاد کنند اساس امر اعتماده اگر ستاد ملی به عنوان مسئول این کار در کشور این بار مسئولیت رو بردوش داره مردم عزیز ما هم اعتماد داشته باشند خب این کار بزرگی در این راستا انجام خواهد شد و ما مشکلاتی رو نداریم که نتوانیم اونها رو حل و فصل بکنیم البته در کنار مردم اقدامات به موقع قرارگاه عملیاتی همچنین نیروی انتظامی، سازمان بسیج، اتحادی های سنفی، مؤسسات مردم نهاد، هلال احمر همه دست به دست هم دادند و اقدامات بسیار گسترده ای رو در این هفته های اخیر انجام دادن یک موفقیت بزرگی بوده که ما رفته بودیم رسیده بودیم به مرز کانال 500 نفر فوتی در روز و امروز به همدلله برگشتیم به کانال دویست دویست و خورده ای امیدواریم با تلاش مردم و تلاش همه مسئولین و دستندرکاران این رقم باز هم انشالله در هفته های آینده کاهشی باشه یک موضوع بسیار مهم باید مورد تأکید همواره ما صدا و سیما و همه رسانه ها باشه و اون خطر عادی انگاری است هر زمانی که ما حس کنیم که مسئله تمام شده دیگه دیگه مشکل نیست این از این کرونا هم عبور کردیم مسئله دیگه مسئله ای نیست که خطرناک باشه ما بلا فاصله اگر عادی انگاری شروع بشه در هفته های بعد پیک آغاز میشه هم در ابتلا و بعد هم در زمینه مرگومیر که خب بسیار خطرناک خواهد بود حال گفت آزموده را آزمودن خطاست دیگه من جرب المجرد حلت به اندامه. ما دیدیم در این مدت هر وقت ازدهام زیاد شد هر وقت تردد زیاد شد اجتماعات بدون مراعات پرتکل های بهداشتی زیاد شد ما بلا فاصله با پیک مواجه شدیم در شهرهای مختلف در بخشهای مختلف و الان هم باید این مراقبت رو بکنیم مخصوصاً این بیماری یک بیماری هست که تنها بحث پزشکی نیست برحال بحث اقتصادی هست بحث فرهنگی هست بحث اجتماعی هست خیلی از مسائل رو داره الان در سطح دنیا بیماری کرونا باعث شده که تقریبا به طور متوسط رشد اقتصادی دنیا منهای سه باشه و در اشتغال ضربه بسیار شدیدی به اشتغال وارد شده مخصوصا در بعضی از امور مثل مسئله گردشگری، مسئله ورزش، مسائل فرهنگی، مسائل آموزشی همه اینها صدمه دیده و یک حادثه بسیار عجیب بینظیر حتی در این در این یک قرن اخیر لاقل بی‌نظیر بوده ما یه همچون ای به این صورت نداشتیم بنابراین همه باید مراقبت بکنیم اینجا بس البته که سلامت اوله منتها تنها سلامت نیست اقتصادم از فرهنگم از زندگی مردم هست، مسائل اجتماعی هم هز. همه اینها رو باید مورد مراعات قرار بدیم ما باید خداوند بزرگ رو شکر باشیم که از آغاز این بیماری یعنی روز آخر بهمن نه تردید کردیم نه تعلل کردیم و نه در پذیرش حادثه دچار تردید شدیم که یا بعضیا که انکار کردن ما انکار بکنیم به محض اینکه چهارشنبه سی بهمن وزیر بهداشت درمان در دولت اعلام کرد که ما متوجه شدیم دو کیس اون زمان دو کیس بودیشون اعلام کردن که کووید 19 هست من همونجا گفتم که بلا فاصله به مردم اطلاع بدید با اینکه خب شب انتخابات بود تقریبا و کار برای ما سخت بود یه شرایط آسانی نبود این مردم باید این مسئله رو بدونن ما حادثه رو پذیرفتیم این خیلی مهمه که حالا اسمش بحران بذاریم اسم هرچه بذاریم ما این پذیرفتیم و قبول کردیم این اصله برخی از کشورها منکر اون بودن میگفتن اصلا خبری نیست شما دیدید در یک کشور بزرگ مثل آمریکا اون آقایی که رئیس جمهور بود حالا هنوز هم یه چند هفته ای هست این ادعا میکرد که اصلا خبری نیست اصلا, چیزی نشده خبری نیست یه عدسه یه سرمخوردگی اصلا نیازی به چیزی نیست انکار کردن بالاترین سنگ در روز اول سنگ اندازی در این مسیر حرکت در روز اول الحمدلله تو ایران هیچ وقت مسئله انکار در کار نبود از روز اول پذیرش مسئله بود و بلا فاصله پاسخ به هنگام اگر مسئله ای را ما متوجه شدیم ولی در اجرای اون ما تاخیر رو روابه داریم بگیم حالا فردا حالا هفته دیگه حالا ده روز دیگه البته همون روز اولیه روزهای اولیه که ما شروع کردیم یه مقداری استانهای مختلف یه به ریختگی شروع شد در هر استان یه کاری میکرد هر کسی حالا یک، یه چیزی نگرانی عمومی درست شده بود خب بلا فاصله ما اعلام کردیم من در شیشه اسفند به سراحت اعلام کردم که جز مواردی که ستاد ملی اعلام میکنه بقیه کارا طبق روال معمول باید انجام بگیره هیچ چیزی نشده که همه چینچون چون بعضی جا همه چیز به هم ریخته بودن دیگر هر یه دو سه استان البته بیشتر اینجوری شده بود ما جلو این کار رو گرفتیم گفتیم یک جا هست میتونه دستور بده و اون ستاد ملی است. اون میتونه بگه تعطیل اون میتونه بگه تعطیل نیست دیگه کس دیگه مقام دیگر فرد دیگر حق مداخله نداره البته این بر مبنای مسببه شورای عالی امنیت ملی بود که رهبری معظم انقلاب اون رو تایید فرموده بودن و اون مبنای کار ما بود پس ما هیچ تاخیر پس ما هیچ تاخیر نکردیم تردیدم نکردیم استراتژی ما هم از اول مشخص بود بعضی از کشورها دچار استراتژی سردرگمی شدن اصلا نمیدونستن با چیکار بکنن چه چی اقدامی باید انجام بدن اقدامات ما از اول کاملا روشن بود یک آمادگی بسیار بزرگی در روزهای اولیه هم بهداشت درمان هم نیروهای مسلح همه به میدان آمدن و یک آمادگی عظیمی در کشور به وجود آمد هم برای درمان بیمار و هم برای پرتکل های, بیداشت. های بیداشتی البته پرتکل های بیداشتی بعضیش یکم تغییر کرد ولی اون پرتکل ها مثلا دستکش جز پروتکل بود بعدا این در دنیا به طور کلی به یه دلائلی گفتن که شستن دست بهتر از کشه خب تغییر. ولی ماسک چیزی بود که همیشه فاصله اجتماعی عدم تجمع عدم تردد اینا چیزایی است که اصولی که بهش رسید دنیا تقریبا اصولی بود که تغییر نکرد و استراتژی خاص و مشخصی داشت و ادامه دادیم مبنای ما از اول علمگرایی بود هیچ وقت دنبال پندار و نمی‌دونم حرفایی که کنار زده میشد و برخی از خرافات و هیچ وقت ما اصلا دنبال این نبودیم نه دولت نه وزارت بهداشت ما همیشه بر مبنای اصول مبنای اصول علمی که بود و متخصصین ما به روشنی و به خوبی اعلام کردن بیان کردن تقریبا حرف متخصصین ما با متخصصین دنیا در کنار هم بود تقریبا همسان بود با که بهداشت جهانی می گفت که پس ما پن با علمگرایی حرکت کردیم خوشبختان اعتماد سیاسی و اعتماد اجتماعی در کشور ما به خوبی حفظ شد یعنی ما بحران اعتماد پیدا نکردیم که حالا ستاد ملی که میگه وزارت بهداشت که میگه آه، درست میگه درست نمیگه ما باید هم کار بکنیم هیچ که یعنی مردم ما تردید نکردن به محض اینکه بهشون گفته شد سفر نه نرفتن گفتیم سیزده به در نه نرفتن واقعا مردم همکاری کردند. مغازه ها بسته بشه خب ده ایام فروردین بسته شد بعدش به تدریج استان ها رو باز کردیم مرحله بعد تهران رو باز کردیم مردم کاملا با ستاد بودند از روز اول و این اعتماد برای همیشه حفظ شد یه عده ای از این رسانه های بیگانه ضد ایرانی کارایی کردند ولی الحمدلله همیشه ناموفق بودند تو این داستان هم ناموفق بودند و من باید تشکر بکنم از توانمندی نیروی متخصص درمانی ما از امکانات ما از تمام شرکت‌های دانش بنیان ما تولیدی ما به خوبی آنچه نیاز بود ما در ماسک تقریبا خیلی معطل نشدیم خیلی سریع تونستیم ماسک رو تامین کنیم که حالا الان که به وفور در اختیار مردم است با یک قیمت مناسب و اون وقتی هم که به وفور نبود فوری این کار شروع شد در موارد شستشو و بهداشتی کار فوری شروع شد در زمینه اکسیژن ونتیلاتور، در زمینه سی تی اسکن از همه امکانات تجهیز شد ما تونستیم تختای ویژه رو در یک زمان بسیار کوتاهی دو هزار تخت اضافه کنیم این کار آسون نیست برای کشور همه با به همدلله به صحنه آمدن و ما تونستیم به خوبی از این مسئله عبور کنیم امروز هم در یه شرایط نسبتا خوبی هستیم انشالله با کمک هم میتونیم از این مسائل عبور بکنیم من دو سه تا تأکید دارم تاکید اول این که برای مراکزی که به طور طبیعی مراکز تجمعی هست حال سالمندان در یه جایی جمعند معلولین در یه جایی جمع هستند سرباز خانوهای ما که به طور طبیعی حال اجتماع هست زندانهای ما که به طور طبیعی اجتماع هست من خواهش میکنم در این جاها خیلی مراعات پروتکل بیش از حد معمول بشه بگونه ای که ما مطمئن باشیم همه این مراکز آری از ویروس هست و نکته دوم این که همه ما توجه کنیم که یک عامل کافی نیست یک دستورالعمل کافی نیست یک ماسک به تنهایی کافی نیست شستن دست به تنهایی کافی نیست فاصله اجتماعی به تنهایی کافی نیست تمام این دستور العمل ها هر کدام یه تاثیراتی دارن همه باید کنار هم جمع بشه با هم اجتماع بکنه تا بتونه ما رو از این ویروس نجات بده مخصوصا الان فصل زمستان فست سرماس مردم در اتاقهای دربستن منافذ می‌بندند، پنجره ها بسته تهویه هوا ممکن مناسب نباشه همه در یک مکان کوچکتری برای اینکه گرم باشن جمع هستند و در این شرایط خب خیلی ممکنه مشکل پیش بیاد مشکل هم گاهی وقتا از یک بیمار بی علامت آغاز میشه یه جوونی این ویروس هم داره ولی عد بهش میگه اصلا باورش نمیشه اصلا حتی شما اگر با کیت آزمایش هم بیایی آزمایش بگیری و بهش بگی مثبته سخته میگه من چی هم من من چیز هم نیست اصلا من نه تب دارم نه لرز دارم نه جایی از بدنم درد میکنه نه صرفه میکنم نه عطسه میکنم واقعا هم ممکنه به ظاهر هیچ علامتی اینا اتفاقا بدترین عوامل انتقالن چون به خودشون مطمئنن که بیمار نیستن دیگری هم که نگاه میکنه این رو سالم میبینه حالا این وقتی میاد داخل خانواده خب خانواده معمولا در داخل خانواده کنار هم وقتی غذا میخورن چای میخورن صبحانه میخورن دیگه معمولا اونجا ماسک نیست ماسک میذارن کنار فاصله های اجتماعی هم دیگه اونجا معمولا مراعات نمیشه در کنار هم هستن حالا اگر این بیاد دوره همه خانوادگی بشه از یک خانواده چند خانواده میبینیم مثلا 15 نفر 20 نفر در یک فضای کوچک دربسته اجتماع کردن این اجتماع هم اجتماع پنج دقیقه نیست که احوال بپرسن خوبید خدا حافظ معمولا خب ما دور هم جمع میشیم به هر حال مدت هم از همدیگر رو ندیدن گاهی یک ساعت گاهی دو ساعت و این کار رو خیلی سخت میکنه یک نفر مبتلای بی علامت ممکنه 20 نفر سی نفر رو آلوده کنه مبتلا کنه و برای بیمار اونهایی که بیماری زمینه ای دارند یا سن و سالشون بالا هست واقعا حتی خطر جانی ایجاد بکنه پس بنابراین خیلی مهمه که مردم عزیز ما در این فصل در این شرایط بیش از همیشه مراعات بکنن خب خیلی زحمت کشید همه مردم عزیز ما خیلی تلاش کردن در این چند هفته آمار ما آماری هست خوشحال کننده الان همه این نمودارهایی که به سمت آسمان در داشت میرفت هی داشت میرفت بالا همه سربزیر شدن همه متواضع شدن همه دارن میان پایین به سمت زمین این به خاطر تلاش های همه متخصصین همه ناظران بودن این شرایط خوب امروز ما شاهدش هستیم خدا ناکرده این شرایط خوب تونه یک شب یلدایی اون رو معکوس کنه و به هم بریزه و در شب یلدای خانواده ها دور هم جمع بشن خدا اینا کرده یک نفر اونها آلوده باشه حتی بی علامت باشه بیاد در جمع و همه رو مبتلا کنه و ما دو هفته بعد از شب یلدا اون وقت شاهد یک موج جدید و خدا اینا کرده بعدش موج مرگ و میر من خواهش میکنم از همه مردم برای شب یلدا حالا هم بنا شد که قرارگاه عملیاتی ما فکر بکنن برای شب یلدا هم صدا و سیمای ما انشالله برنامه های خوبی رو برای شب یلدا هم آماده بکنه من خواهش میکنم برای شب یلدا مردم مراقبت بکنند این شب یلدا رو سایبری در فضای مجازی الکترونیکی برقرار بکنن بدون اینکه همدیگر رو از نزدیک بخوان ببینن این مراسم امسال رو به این صورت ما انجام بدیم هم به یاد شب یلدا باشیم هم حال همدیگر رو بپرسیم منتها نه حضوری غیر حضوری انشاءالله این کار انجام بگیره البته در بقیه مراسمات که هم که پیش میاد از این به بعد دیالا کم کم میریم به فاطمیه ایام عزاز از فاطمیه عبور میکنیم میریم روزهای شادی در ماه رجب شعبان ممکنه عروسی ها باشه مجالس باشه همه جا باید این دستورالعمل رو مراعات بکنیم تا انشالله برسیم به واکسن مطمئن شرایط مطمئن تر و من در اینجا باز هم تأکید میکنم برای واکسن هر اقدامی که لازم بوده انجام گرفته و انجام خواهد گرفت هم برای ساخت واکسن در داخل همه تلاشا داره انجام میشه دولت همه امکانات آماده از هر کمکی رو نسبت به این شرکت های دانشمنیان انجام بده انشالله ما برسیم به واکسن و برای خرید واکسن با توجه به اینکه هنوز WHO واکسنی رو رسما تایید نکرده ولی حالا واکسن هایی که وزارت بهداشت درمان ما موثر میدونه من دستور دادم این واکسن ها تهیه بشه خریداری بشه بانک مرکزی هماهنگ ما مشکل نداریم این واکسن ها را ان وارد میکنیم و اونهایی که حالا جزء کادر درمانان و افرادی که پر ریسکن اونها به هر حال از این واکسن ها استفاده بکنند تا بعد شرایط بهتری انشالله فراهم میشه واکسن های بیشتری در اختیار قرار میگیره و انشالله با کمک هم ما از این مسیر عبور خواهیم کرد به سمت یک مسیری که سلامت مردم ما انشالله بهتر تعمین بشه شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه شرایط آموزشی و فرهنگی هم بهتر بشه انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته